سلام و عرض ادب چطورین؟ خیلی خوش اومدین به قسمت 13 هم از مجموعه بررسی ها علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیکه تو این قسمت میخوایم حسابی در مورد ستهداری صحبت کنیم هم یه کاری آوردیم برای بررسی هم میخوایم به یه سری موضوعات بپردازیم که ممکنه سوال خیلی ها باشه یکی از سوالاتی که پرتکراره اینه که درویشی ستهداری شامل چه چیزهایی میشود وقتی ما میگیم ست اداری یعنی چی سه اداری چیه چیا داخلشه و به اشتباه فکر میکنن که یه چیزای محدودیه یعنی همیناست دیگه بیشتر از این باشه نمیتونیم جزء ست به حساب بیاریم ست اداری نسبت به جایی که اومده سراغ شما برای طراحی نسبت به اون سازمان اون مجموعه اون حوزه شغلی میتونه خیلی متفاوت باشه اون چیزی که معمولا استفاده میشه ایناست پاکت که یه پاکت ملخی یا اداریه پاکت بزرگه که ه بعضی وقتها حتی پاکت آ 5، سربرگه که اینم آ داره آشیش داره آ, داره،, آ چهار داره و کارت ویزیت معمولا ایناست تو اکثر سازمان ها و ادارات و و و, و اینا از این چند تا استفاده میشه حالا یکی میاد سراغ شما ست شامل کارت ویزیت و سربرگ کوچیک و بزرگ میشه یعنی آ پنج آ 4 و پاکت اداری و پاکت آچار یکی دیگه میاد سربرگ آچار فقط و پاکت پاکت منخی و کارت ویزیت همین سه تا یکی میاد اصلا سربرگ نمیخواد پاکت رو میخواد کارت رو میخواد یه فاکتور ازت میخواد میگه فاکتور بزن جا سربرگ و ممکنه سه چیزا به این اضافه کم بشه ازش بعضی وقتا سه اداری شامل یه چیزایی میشه که شما اصلا فکرش هم نمیکردی مثلا میاد میگه پرچم و، نمیدونم ماگ و لباس و یا مثلا یه تیشرتی میخواد داشته باشه کلاه و یه سری بسته بندی ها و اینا اینا نمیتونیم بهش بگیم ست اداری ببین کلمه اداری برای این اومد اضافه شده دیگه ست اداری معمولا همین کاغذ مغزاییه که توی این فرایند استفاده میشه واسه سازمانی اونایی که میاد اضافه میشه چی میشه اونجا عنوان هویت بصری میاد وسط هویت بصری که میشه دیگه میتونه 20 تا 30 تا مدل چیز میز داخلش باشه برین سرچ کنیم. نمیخوام وقتتون رو تو این ویدیو بگیرم برین در مورد ست اداری و هویت بصری سرچ کنید. حالا بریم سراغ این ست اداریمون چند تا نکته میخوام بگم شما وقتی که خواستی ست اداری طراحی کنی سعی کن یه جوری طراحی کنی که یه هویتی تو تمام ستت باشه مثال میزنم کاملا بگیری داستان چیه چند تا چیز رو اگر رایت کنی یه ستی داری که یک هویت یک پارچه ای داره و کلمه ست مناسبشه اولین چیز لوگو شاید اون کسی که اصلا تو این حوزه همیست بدونه بله دیگه خب لوگو رو من هم بر رو پاکت بیارم هم بر رو کارت ویزیت بیارم هم روی نمیدونم سربرگ هر جایی که من میخوام استفاده کنم لوگو رو میارم دومی رنگ یک رنگ سازمانی داره دیگه اونجا این رنگ هم روی تمام این اقلام استفاده میشه سومی پترن اینجا نداریم برین یه سر پیج لوگو بزنین من اونجا لوگوها و هویت بصری ها رو میذارم اونجا کامل متوجه منظورم میشین که از پترن چهجوری توی هویت بصری استفاده میشه این آیدی پیج لوگوی بنده است تو اینستاگرام که این آیدی رو بزنین میتونین کارهای ما رو اونجا ببینین حتما یه سر بزنین پترن ها رو ببینید. پس سومین موردش پترن بود یا یه سری وکتورها یا ایده ای که شما داری اینجا اومده چیکار کرده این حالت دندون رو میبینی از این استفاده کرده حالا یه سری ای است که میخوام بگم فعلا دارم به شما میگم که از چه چیزایی استفاده کنین که این ست شما یه ست استاندارد خوب باشه پس پتن یا وکتور یا اون ایده که داری و مورد آخری که میخوام بگم و خیلی یا بهش دقت نمیکنه چیدمان اطلاعات و اصلا ترکیب بندی که شما استفاده میکن اطلاعات رو ببین اینجا چهار تا خطه اینجا این شکلیه اینجا اینجوری اومده این اینجوری اومده ببین شما اگه یک چیدمانی واسه اطلاعاتت داری مثلا سه خطی کار کردی مثلا اینجوری چهار کار کردی سعی کن اینو دیگه تکرار کنی روی تمام این اقلام بعضی وقتا نمیشه تو اکثر مواقع رو کارت ویزیت در نمیاد اون چیدمان به خاطر اندازه و مدل کارت ویزیت شما نمیتونی بیای روی سربرگ و پاکت و اینا همون اطلاعات که رو کار روی کارت ویزیت چیدی همون مدلی استفاده کنی اینجا مشکل نداره کارت ویزیتت بزا فرق کنه چیدمان اطلاعاتش ولی دیگه روی سربرگ و پاکت ها اینو تکرار کن اون چیدمان رو تکرار کن ولی اینجا توی این ستی که شما داری می‌بینی حتی روی کارت ویزیت هم چیدمان رو می‌تونیم همون جوری کار کنیم که روی سربرگ و پاکت و اینا میتونیم کار کنیم پس به اینم دقت کنیم اینم تاثیر می‌ذاره چیدمان اطلاعات شما ببین کارت ویزیت شما رو داره روی پاکت تم همونو میبینه روی سربرگ تم همونو میبینه و اینا توجه جزئیات خیلی مهمه این چند تا مورد رو همیشه حواستون باشه بریم باگای این کار رو بگیریم یه چیزی اول تو این ست اضافه است که اینه با اینکه اضافه است یه چیزی رو بگم بهتون اینجا یه چیزی رو بگم بهتون بگم داشته باشین. مثلا این خاصه سرنسخه یه چیزی باشه دیگه این خط تا چیه ما اومدیم یه لوگو اینجا گذاشتیم یه اطلاعات اینجا دیدیم اینا خالی مونده با خط پرش کردیم اگه شما قسمت های قبلی بررسی های ما رو میدونی که از خط با یک هدف با یک منظوری استفاده میکنیم دیگه یه جا میاریم که انباند بشی یه جا میاریم که به کارمون نظم بده یه جا میاریم که جدا کنی یه جا میاریم که چشم مخاطبو بخوایم باهاش هدایت کنیم هر جا میاد با یه علتی میاد یه کاربرد اینجا چیه مثلا آوردی میخواد رنگامیزی کنه از اینجا نزنه بیرون و این مدل این سبک کار اصلا شما رو میبره 15 سال پیش 10 سال پیش 20 سال پیش اگه مثلا رفتیم مذهب همدم و سلطنه منتظر طبیب بیاد شما رو معاینه کنه چی آخه این مدل کار کردن که کادر میندازه این دور سربرگونه میدونم اینجور چیزا نکنید از این کارو نکنید حالا برسیم به ستمون یکی از مشکلات اینه این دندونا رو اینجا اینجوری استفاده کرده بعد رو پاکت بزرگه به این صورت استفاده کرده بعد چی اینجا پشت کارت اینجا هم پشت پاکت اینجا روه و این شکلی بزرگ خب این اشتباهه مورد بعدی چیدمان اطلاعات ببین اینجا اینه اینجا مثلا باز روی پاکت لوگو اونجا این تو این دندونه اینورم لوگو اصلا اونوره، وره این ور تو این دندونه مورد بعدی این نکته سو حواستون موضوع باشه ببین شما من نمیخوام بگم وحی منزله این پشت این روه اور فکر یه این پشت این روه روی پاکته شما اطلاعاتت رو پشت پاکت استفاده کن اینجا میبینی رو استفاده کرده قطعا شما دیدی دیگه, دیگه پاکت های ادایی رو دیگه خیلی دیدی خیلی بخوانیم ور چیز میز بیارن لوگوه حالا یا اینجا شد در به پاکته یا پترن وکتوری چیزیه دیگه نمیان اطلاعات هم اینجا کار کنن درویشه اینو کجا نوشته روش اصول میگه تو کدوم کتاب نوشته خودت در آوردی یا چی رفیق این پاکت از این قسمت باز میشه خب مجله که نیست لوگو رو آوردی اطلاعات هم بیار پس همه چی رو بریز اینجا خب اونورم هستی و یه چیز یه چیزایی رو بذار اونورش همه چی رو نمیتونی بریزی اینجا که اصلا حس بدی داره شما پاکت رو برمی داری میخوای باز کنی چی اطلاعات ریخته اینجا شلوغ پلو من اگه بخوام ببینم آدرس مادرس روش هست یا نیست خودم اینو می‌چرخونم دیگه روی پاکت اطلاعات کار نکنین اینجا الان رو کار شده روی سربرگ هم این قسمت زیادی بولد شده حالا سربرگ یا سرنسخه لوگو رو آورده اینجوری شما هم خیلی جهادی دیدی ولی من خودم سالها این کارو نمیکنم دیگه استفاده نمیکنم از لوگو بزرگون وسط درسته که شما پسیتی رو آوردی پایین یا شدت رنگت پایین اصلا خیلی پیدا نیست ولی خب برای من هیچ علت منطقی نداره استفاده از این یه جاهایی می آوردم گفتن نه مثلا اینو استفاده کنیم طرف کپی نکنه نتونه کپی کنه او مگه اسرار محرمانه و مگه معاملات کلان داری انجام میدی یه سرنسخه دیگه لوگو رو من استفاده نمیکنم ولی گیر نمیدم گیرم نمیدم هر کی استفاده کنه این نکات اینجا گفتم بریم ببینیم چه بلایی سرش اومده چند بار قبل و بعد میکنم هیچی نمیگم فقط نگاه کن اول فقط تغییرات رو ببین چقدر این ست استاندارد و عالی میشه با این تغییرات بعد در موردش صحبت کن خب چه اتفاقی افتاد اون که اضافه بود حذف شد اطلاعات رو میبینی اینجا رو میبینی این دندونا گفتم درست نبوده این دندونا درست شد یه دندونی روی این سربگ و سرنسخه بوده خیلی کم رنگ شد و اینا اومد رو پاکت هم کار کرد هرچه بیشتر این ست رو این هویت رو, رو روی کار حفظ کرد با استفاده کردن از این پتن این حالت اینجا لوگو اینجا بود اطلاعات این پشت اطلاعات درست شد دیگه رو این دندونه نیست ببین رو کارت ویزیت این کارو نکرده میتونه سو کارت ویزیت هم این کارو بکنه یعنی همین مدل رو کارت ویزیت این عنوان هستی بزرگتره و یه نیست میتونست همین جوری باشه همین جوری سه خطی هم باند باشه اینجا یه نکته بگم حالا اینجا واسشون نبوده و یه هم نیست شاید من گیر ندادم ببین این پاکت کوچیکه یه اندازه این پاکت بزرگه اینو خیلی جاها دیدم وقتی پاکت بزرگ میشه چرا همه چی بزرگتر میکنی؟ چرا باید اطلاعات خیلی بزرگ باشه رو پاکت این بره چاپ شه بیاد شما ببینی از خودت بدت میادا شاید چاپ نکردی نمیدونی اطلاعاتو من خودم این کارو میکنم با هر اندازه ای روی پاکت کوچیک کار کردن دست به اندازش نمیزنم همونجوری میارم روی پاکت بزرگم کار میکنم با همون اندازه حالا یا وسط میذاشتم یا میمدم پایینتر حالا یه دمیا میگن آقا این لوگو خیلی بالا نیست آقا روی این موکاپ اینجوری شده برای همه پیش میاد وقتی میخوای روی موکاپ استفاده کنی سایتش یه جوریه مجبور یه کارایی بکنی دیگه امیدوارم که توی این قسمت هم نکات مفیدی یاد گرفته باشین اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتین خوشحال میشم که نظرتون رو کامنت کنین برای حمایت از ما ویدیوها رو معرفی کنین به رفقای طراحتون هیچ کدوم از این کار نکردی حداقل این ویدیو رو لایکش کن خیلی مخلصیم تا قسمت بعدی خدا نگهدار